مقام آمریکایی. تغییرات ایران این جنگنده آمریکا رو به یک نسل 5 مبدل کرده است. یک وبگاه تحلیلی آمریکایی با اشاره به موفقیت ایران در نگهداری و ارتقاء جنگنده‌های خود نوشت که نیروی هوایی ایران توانسته جنگنده‌های خود را حفظ و ارتقا دهد. این وبگاه در مطلبی به توانمندی خلبانان جنگنده‌های F-14 نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و نوشت که برخلاف آمریکا، ایرانی‌ها بیشترین آمار برتری را در این جنت داشته است. همچنین این وبگاه تخصصی نظامی به جنگنده‌های F-14 تامکت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. برخلاف آمریکا، کشور سازنده این جنگنده، ایران اولین برتری هوا به هوا را با این جنگنده‌ها کسب کرد. همچنین یک خلبان جنگنده F-16 نیروی هوایی آمریکا در مورد جنگنده‌های F-14 تامکت موجود در ایران پرداخت که ایرانی‌ها تغییرات روی این جت انجام داده است که قابلیت و ویژگی این جنگنده را همرده با جنگنده‌های نسل 5 در جهان می‌سازد. این وبگاه تحلیلی آمریکایی به توانایی متخصصان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ارتقا و بازآمد جنگنده‌های F-4 فانتوم و دیگر جنگنده‌های ایران پرداخت. توانایی ایران در حمله بالقوه هوایی به اهداف با دقت بسیار بیشتر و کمک تسلیحات بومی تهدیدی برای رقبا محسوب می‌شود. یک وبگاه دیگر آمریکایی در گزارشی به قلم مایا کارلین، تحلیلگر مؤسسه مطالعات امنیتی، نوشت که در حالی که ایالات متحده بعد از سقوط سلطنت پهلوی ارسال جنگنده F-4 را به ایران متوقف کرد، نیروی هوایی این کشور توانسته است این هواپیماهای جنگنده را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد. در نوامبر 2020 ایران بمب‌های هوشمند هدایت شونده الکترواپتیکی 900 کیلوگرمی قاصد را در رزمایش سالانه مدافعان آسمان به نمایش گذاشت. توانایی ایران در حمله بالقوه به اهداف با دقت بسیار بیشتر با کمک این تسلیحات تهدیدی برای رقبا محسوب می‌شود. بنابر اعلام آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، ناوگان فعلی جنگنده F-14 ایران باید یک هشدار به دشمنان باشد. ایران همچنین می تواند برای تکمیل قابلیت های حمله دوربرد خود از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و توانایی حمله هوایی محدود خود برای حمله به زیرساخت های حیاتی دشمن استفاده کند. در هفته سپتامبر 1980، 5 فروندبالگرد تهاجمی میل 25 ارتش عراق به حریم هوایی ایران نفوذ و به چند پاسگاه مرزی حمله کردند. در پاسخ، دو خلبان F-14 ایران در ماموریتی برای مقابله به بالگردهای مهاجم عازم ماموریت شدند. در این رویارویی، جنگنده ایرانی موفق به شکار یک فروندبالگرد عراقی می شود و این بالگرد در هوا منفجر شد. دستاورد برتری هوا به هوای F-14 تامکت نیروی هوایی ایران یک سال قبل از اینکه نیروی هوایی ایالات متحده بتواند این دستاورد را در سواحل لیبی در سال 1981 به دست آورد کسب شد. در بخش دیگر، به تداوم خدمت این پرنده در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و آمده است که در طول سالها تامکت ستون اصلی نیروی هوایی ایران باقی مانده است. علی‌رغم ویژگی‌های قدیمی این هواپیما، ایران ناوگان تامکت‌های خود را برای چندین دهه در خدمت نگه داشته است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تکنسین‌های ایرانی حدود 300 سلاح جداگانه در این جنگنده ایجاد کرده است. علی‌رغم توانایی‌های تا حد قدیمی جنگنده F-14، خلبانان ایرانی این جنگنده را به خوبی می‌شناسند و بدنه این جنگنده با گذشت سالها مطابق نمونه اولیه خود باقی مانده است. به علاوه، ایران امتیاز نخستین شکار هوا به هوای این جنگنده را برای خود محفوظ نگه داشته است. به گفته کریستین دیوور، افسر سابق نیروی هوایی آمریکا، جنگنده F-14 تامکت اگرچه به اندازه جنگنده F-15 ایگل در نبردهای هوایی رو در رو آمار خیره کننده‌ای ندارد، اما تامکت دارای سابقه عملکرد رزمی بسیار قابل احترامی در نبردهای هوا به هوا است. بزرگترین طنز آمار تامکت این است که اکثر امتیازات آن نه توسط خلبانان آمریکایی و نه حتی خلبانان متحدان ایالات متحده، بلکه
توسط خلبانان ایران کشور دشمن با آمریکا کسب شده است. هیچ یک از خلبانان آمریکایی تامکت به وضعیت تکخال یعنی 5 یا بیشتر پیروزی هوایی نرسیدند. اما دست کم یک خلبان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به این وضعیت دست یافت. سرهنگ مصطفی روستایی خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جریان جنگ ایران و عراق 5 برتری هوایی برابر جنگنده های عراقی ثبت کرد. در مجموع خلبانان ایرانی تامکت 130 پیروزی مقابل تنها 4 شکست داشتند. در مورد آن معدود خلبانان خوششانس عراقی که موفق به از بین بردن یک تامکت شدن، شواهد ناچیز نشون می‌دهد که 2 مورد آن توسط میگ 23 فلانکر و مورد دیگر توسط جنگنده میراژ انجام شد. مقام‌های آمریکایی به موفقیت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در نگهداری و ارتقاء جنگنده‌های خود از جمله جنگنده‌های فانتوم و F-14 تامکت اشاره کردند. آنها تأکید کردند که نیروی هوایی ایران توانسته از جنگنده‌های خود را در حالت عملیاتی نگه داشته و قابلیت‌های آنها را بهبود بخشیده است. مقامات آمریکایی اظهار داشتند که ایرانی‌ها بیشترین آمار برتری را در استفاده از جنگنده‌های F-14 تامکت دارند. به علاوه یک مقام بازنشسته آمریکایی به جنگنده‌های F-14 تامکت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان کرد که ایرانی‌ها تغییراتی روی جنگنده‌های F-14 تامکت اعمال کردند که قابلیت‌ها و ویژگی‌های این جنگنده را با جنگنده‌های نسل 5 در جهان هم‌ارزی می‌دهد. از سوی دیگر یک خلبان جنگنده F-16 نیروی هوایی آمریکا نیز درباره جنگنده‌های F-14 تامکت موجود در ایران صحبت کرد و اظهار داشت که ایرانی‌ها تغییراتی در این جت انجام دادند که قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن را در رده جنگنده‌های نسل 5 جهان قرار می‌دهد. به طور کلی این مقام‌ها از پیشرفت و توانایی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در نگهداری و ارتقاء جنگنده‌های خود به ویژه جنگنده‌های فانتوم و F-14 تامکت تحسین و تقدیر کردند. آنها با بیان اینکه ایران توانسته است با تغییراتی در جنگنده‌های خود قابلیت و عملکرد این جت‌ها را بهبود ببخشد، به برتری ایرانی‌ها در استفاده از این جنگنده‌ها نسبت به آمریکا اعتراف کردند. نظر شما چیست؟ لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید و خیلی خیلی سپاسگزاریم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کرده و ویدیوهای ما رو لایک کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.